درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جایی که هستید. سپاس دارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت در اختیار من میذارن در خدمتتون باشم با مهمانان عالی قدری که دعوت میکنن برای این برنامه. از مهندس فرزاد در اتاق فرمان سپاس گذارم که منو راهنمایی میکنن، کمک میکنن که این برنامه به خوبی انجام بشه. امروز مطالب مهمی رو در خدمتتون خواهیم داشت و تعدادش هم نسبتاً زیاده مطالبی که میخوام راجبش صحبت بکنیم. بنابراین بدون اینکه وقتی بیشتری رو من اینجا در خدمتتون باشم، میرم به سالن و به مهمان عزیزمون آقای دکتر مسعود نقره‌کار درود میگم، سلام میگم و ازشون سپاسگزارم که دعوت منو قبول کردن. خوش آمدین دکتر نقره‌کار. بله، من هم سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. خوشحالم با شما هستم. خیلی ممنون. دکتر نقره‌کار تألیفات بسیاری دارن، مقالات بسیاری رو در رسانه‌های مختلف گذاشتن. من افتخار داشتم که یکی از اونا رو خودم از خودشون بگیرم و در وقتی که در یکی از این مسافرت هایی که در تورنتو داشتم و استفاده کردم. مطالب مختلفی رو امروز داریم جناب نقره‌کار. صحبت اصلی ما مربوط میشه به شورای ملی تصمیم، و ولی قبل از اون چند تا خبر کوچیک هست که برای من و فکر میکنم برای بینندگانمون ممکنه مهم باشه. من اونا رو خیلی سریع رد میکنم. یکی این که همونطور که در خبرها هست، حدود 18 استان سیل اومده و حدود فکر میکنم 100 نفر تا الان کشته شدن و خرابی های بسیار زیادی رو به جا گذاشته. نمیدونم که اگه تصویری هست خیلی سریع ازش بگذاریم. بله، در سال 98 هم یک همچین شبیه همین سیل آمد و حدود 2 میلیارد دلار خسارت داشت و حدود 80 تا کشته. و متاسفانه پیشگیری برای این کارها در حکومت جمهوری اسلامی اصلا مقدور نیست. هر زلزله بیاد، هر سیلی بیاد، متاسفانه کاری نمیشه کرد. یک نکته دیگه راجع به اخیراً تعداد بسیار زیادی رو سگ‌ها رو می‌کشن. آخرین خبر دو سه روز پیش بود، حدود 1600 تا سگ رو کشتن. این سگ‌ها ولگرد نبودن، بلکه در پناهگاه بودن و عقیم شده بودن. و این عکسی که می‌بینین منو تکون داد و البته عکس‌های دیگه هم بسیار عکس‌های دیگه هست که واقعاً آدم می‌خواد خون گریه بکنه. ولی خواستم که به هموطنانم بگم که چه اتفاقاتی در اونجا میفته. انسانها رو میکشن، حیوانها رو میکشن، محیط زیست رو کشتن، از بین بردن. بنابراین واقعا باعث تأسفه. نکته دیگه که میخواستم خیلی سریع ازش بگذرم، دادگاه آقای اسد اسداللهی هست که قرار بود که ایشون استرداد بشه به ایران، اگرچه 20 سال زندانی براش بریده بودن. خوشبختانه آقای چند تا شاکی خصوصی پیدا کرده و الان دادگاه عالی بلژیک تصمیم گرفته که برای شنیدن صحبت‌های هر دو طرف این پرونده رو تا ماه شهریور، اواخر شهریور
دو مرتبه بازدید بکنن. این خبر بسیار خوبیه. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی انتظار داشت پس از اینکه رأی مجلس داده بشه که دادن، بلافاصله بعد از اون کارهای مقدماتیش انجام بشه و آقای اسد اسداللهی برگرده ایران، که این یک فاجعه بود، فاجعه برای حقوق بشر، فاجعه برای اروپا و در حقیقت برای دنیا. یعنی یک تودهنی به سیستم قضایی بلژیک، یک تودهنی به سیستم امنیتی بلژیک و اروپا که اینقدر سعی کردند، کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و دیگر کشورها سعی کردند که این آقای اسد اسداللهی رو در حقیقت دنبالش بودن از زمانی که از هواپیما پیاده شد، که البته یک افتضاح دیگر اونجا بوده که ایشون با هواپیمای مسافربری 5 کیلو بمب با خودش همراه میکرده. حالا از اون بگذاریم. نکته دیگه موضوع حجاب اجباری هست و این عکسایی که میبینی، عکسا در روی سنگ قبره، سنگ گور این هموطنانی هست که گفتن اینا رو بردارن، بعضی ها رو خراب کردن. شما بعد ببینید که این چند تا قلمی که من الان در حدود 2-3 دقیقه خدمتون عرض کردم، چه ما با چه حکومتی واقعا روبرو هستیم. یعنی اگر ما نتونیم، اینا نمونه هست، اینا نمونه های از خروار هست، اگر ما نتونیم همکاری بکنیم، همراهی بکنیم با همدیگه و این جمهوری اسلامی رو از پای در نیاریم، واقعا یک چیزی از یه مشکل اساسی هست بین ما هموطنانمون. برم به موضوع اصلی، برم خدمت جناب نقره‌کار، دکتر نقره‌کار. جناب نقره‌کار، شما دست اندر کار یک برنامه بودین از حدود 1 ساله، به فکر کنم از تیر ماه یا مرداد ماه گذشته، همراه با دوستان در داخل ایران کارهایی رو شروع کرده. من نمیخوام متکلم مهده باشم اینجا، میخواستم که شما راجع به شروع این کار که چگونه آغاز شد و الان از این مدت کجا رسیدیم که هموطنان ما با شما آشنا بشن و کاری که تا حالا کردین در مورد این سازمان، بفرمایید. خواهش میکنم. بله، ببینید، شورای ملی تصمیم که صحبتش هست، صدایی از درون هست، صدایی از داخل کشور و درون کشور، در واقع فراخوانی، نوعی فراخوان از داخل کشور بوده و هست. حدود 1 سال قبل، مرداد ماه 1400، تعدادی از مبارزان در داخل، زنان و مردان، به این ایده رسیدند، یعنی این ایده رو مطرح کردند که شرایط جامعه ما به گونه ایست که ضرورت شکل‌گیری یک شورا از مخالفان داخل کشور و خارج کشور الان ضرورت داره، تشکیل چنین شورایی. خب این ایده در ابتدا بین چند تن از همین عزیزانی که عرض کردم، مبارزان شناخته شده سیاسی داخل کشور که هم تجربه مبارزات سیاسی صنفی داشتن و هم زجر شکنجه و زندان کشیدن و هم در کنار تجربه دانش سیاسی بالایی هم داشتن. چرا به این ضرورت رسیدند و چرا این ایده رو مطرح کردن؟ البته این ایده قبلا هم مطرح شده بود، ولی دیگه در اون مقطع این عزیزان فکر کردن که به هر حال به عنوان یک ضرورت مطرح است. دلیلش این بود که شرایط جامعه ما شرایطی بود که می طلبید و ضروری بود و ضروری هست که یک نیروی اجتماعی قدرتمند و دموکرات و دموکراسی خواه بتونه در سطح جامعه حضور پیدا بکنه. چرا؟ برای اینکه حکومت وضعیتش مشخصه، حکومتی است که می دانیم نمی تواند اون مملکت رو اداره کنه و مملکت رو داره به سمت، یعنی ایران رو به سمت ویرانی بیشتر پیش میبره.
و در این حال مردم هم نمیخوان، مردم هم ناراضی هست. شرایط جامعه به گونه است که مردم گفتن نداره، بهتر میدونید، در وضعیتی زندگی میکنن که این حکومت رو نمیخوان. نه حکومت میتواند و نه مردم اکثرا میخواهند. اینجا یه مؤلفه غایب بوده و هست و اون یک نیروی اجتماعی قدرتمند و توانمندی که اشاره کردم، هم دموکرات باشه و هم دموکراسی خواه، غایب. خب این عزیزان در ایران این ایده رو مطرح کردن که باید در راستای شکل‌گیری این نیرو حرکت بشه، فعالیت بشه، و الا خب اگر نیروی این گونه‌ای در سطح جامعه نباشه در کنار مردم که عامل فلاکت و مانع اصلی دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، یعنی حکومت اسلامی را از سر راه برداره، خب ما شاهد همطور که عرض کردم ویرانی بیشتر ایران خواهیم بود. بنابراین این ایده رو با دیگران مطرح کردن، با دوستان در داخل و خارج کشور، و آستین بالا زدن. شهریور ماه همون سال یک مرامنامه رو منتشر کردن، خواستای خودشون رو مطرح کردن و در راستای همین خواستایی که در اون مرامنامه بود، از دوستان در داخل و خارج، از مخالفان رژیم دعوت کردند که در جهت شکل دادن این شورا گام بردارن، و خب گام برداشته شد از شهریور ماه 1400 و امروز ما اونجا هستیم که شورای ملی تصمیم شکل گرفته. خب این عزیزان در همون آغاز و در مسیر راه در دو عرصه کار خودشون رو ادامه دادن و برنامه ریزی کردن. یکی در حوزه سیاست هویت خودشون رو روشن کردن، نقشه راهی رو که میخوان برن و هدفهای مرحله ای رو، که اسناد متعددی در این رابطه هست و در مسیر هم همین برحال مسیر سیاست گذاری رو و برنامه ریزی سیاسی رو هم فی الواقع نقشمند پیش بردن. و عرصه دیگه عرصه خود تشکیلات بود، جدا از حوزه سیاست، این که بنیانگذاران این شورا و عزیزانی که به این شورا پیوستن همکاری میکنن، در واقع در راستای دموکراتیزه کردن حیات درونی این تشکیلات و سازماندهی درونی این تشکیلات، که همونطور که اطلاع دارید بیش از 10 کمیسیون کارشناسی و کاری شکل گرفته، جلسات متعددی اعضا داشتن برای رایزنی و همینطور الان دارن، و روابط دیگه‌ای که هر تشکیلات دموکراتیک می‌طلبه. میخوام بگم در دو حوزه، حوزه سیاست و حوزه تشکیلات، کار رو ادامه دادن تا سه هفته قبل که به این نتیجه رسیدن الان باید اعلام موجودیت کنیم در سپهر سیاسی میهنمون، حضور فعال و علنی داشته باشیم و روشن، و در این حال به کار خودمون ادامه بدیم، یعنی همون مسیر و همون نقشه راه رو بریم، که در واقع این مسیر، مسیر بسیار روشن و مشخصی است که در اون بیانیه آمده، جدا از شش اصلی که مطرح است: تلاش برای همکاری، نزدیکی، همگرایی و ائتلاف در راستای یک همبستگی ملی. این یکی از کارهایی است که به هر حال شورای ملی تصمیم از مهمترین وظایفی است که برای خودش قائل هست، که این مسیر رو به یاری شخصیت‌ها و سایر نیروهای دموکراسی‌خواه بره تا شکل دادن یک پارلمان موقت از مخالفان، و در اون پارلمان در واقع برنامه هایی که نیاز هست با خرد جمعی و در یک جمع کاملا دموکراتیک تنظیم و تدوین بشه و در راه تحققشون حرکت بشه. دکتر نورکار، شما یکی از سه سخنگوی این سازمان هستید، دیگری آقای عرشبت حضورتون که کمال جعفری یزدی هست، دکتر کمال جعفری یزدی هست که در زندان هستند و ایشون جزو
امضا کنندگان اون 14 بیانیه 14 هست و خانوم شهلا انتصاری که ایشون هم جزو سخنگو هستن. من برای معرفی آقای کمال جعفری یزدی که من شخصا خیلی براشون احترام قائلم یک کلیپی هست که میخوام که هموطنان ما بینندگان این برنامه اینو ببینن. جناب مهندس فرزاد اگه ممکنه اونو پخش بکنید. سالها تو جبهه با عراق جنگی، برادرش رو تو جنگ از دست داد، خودش مجروح شد و پس از تحمل اسارت در عراق به ایران بازگشت. دکترای رشته مدیریت استراتژیک گرفت و استاد دانشگاه مشهد شد. اما کمال جعفری یزدی امروز یکی از دشمنان حکومت ولایت فقیه و معتقد به براندازیه. یکی از دلایلی که من از این حاکمیت جدا شدم به عنوان کلکسیون ایثارگری همین بود که دیدم جمعی فندق مغز، بی شعور، بی شرف، بی پدر، دزد حامی این حکومتن. کمال جعفری یزدی تا سالها برای اصلاح نظام حاکم میکوشید، اما هنگامی که از فساد تمامی رؤسای نظام مطمئن شد، تنها راه نجاتش نابودی این خانه فساد دید. مملکتی که یک دراکولای آدمکش رئیس جمهورشه، یک آدمی با اون سوابق مفعول واقع شده رهبرشه، یک آدمی لات غلام بلبل رئیس دستگاه قضاشه، یه دزدی رئیس دستگاه مقننشه و و همونجا بیایید پایین، هیچ توقعی از اینها نمیشه داشت. یک جانباز آزاده برادر شهید رو هم زندان میکنن و این بی‌شرافتان تاریخ 4-5% ملت. ما بالغ بر 90% معترض داریم ولی 90% از این 90% ترسویان. از چی میترسید؟ او یکی از امضا کنندگان بیانیه 14 برای گذر از جمهوری اسلامی و استعفای خامنه ایه. پس از درخواست استعفای رهبر، فشارهای امنیتی بر کمال جعفری یزدی سر به فلک کشید و او به زندان افتاد. دست از ظلم و جنایت بردارید. با بریدن زبان و دوختن دهان و زندان کردن بیگناهان کار پیش نمیره. حکومت صالح باید در قلب‌ها حکومت کنه. دیر یا زود باید بگین غلط کردیم. هشتگ باید بگید غلط کردم. بله، فکر میکنم همین کلیپ بود اگر اشتباه نکنم. من واقعا زبانم قاصره دکتر نبرکار. کسی با این شهامت در زندان و اینطور با صلابت صحبت میکنه واقعا جرأت میخواد. یعنی به این صورت من میخوام بگم من شاهد هستم که کسانی هستن در خارج کشور حتی یک پتیشن ممکنه امضا نکنن، یا اگر امضا بکنن ممکنه با اسم مستعار امضا بکنن اگر امضا بکنن. بنابراین من به ایشون درود میفرستم و ایشون یکی از کسایی هستن که در این سازمان اگرچه در زندان هستن ولی سایه‌شون بر سر این سازمان به نظر من هست و اینسپایرینگ هست، تشویق کننده کسایی هست که در اینجا در این سازمان دارن همکاری میکنن. اگر من ارقامی که میگم، مطالبی که میگم ممکنه که شما باهاشون موافق نباشین، خواهش میکنم منو اصلاح بکنید. تا اینجا که من اطلاع دارم حدود 70 نفر از اعضای این سازمان در داخل کشور هستن و به خاطر امنیت خودشون و خانوادهشون اسامیشون در اون لیستی که شما در بیانیه دادین اعلام نشده و البته دو سه نفرشون هستن که واقعا جان بر کف هستن و اونا خودشون به صورت داوطلبانه قبول کردن هر اتفاقی براشون میفته براشون مهم نیست. بنابراین منم به اون افراد واقعا درود میگم و حدود 100 نفرم در خارج کشور هستن که البته چند نفر خروجی داشته این سازمان و البته چندین نفرم ورودی داشته. بنابراین یه چیزیست که در همه سازمان ها اتفاق میفته. ترکیب دکتر نقرگار، ترکیب این افراد تا اونجایی که من لیست رو نگاه کردم علاوه بر اون کسانی که میشناسم تقریبا میشه گفت جمع ازداد هستن. یعنی شما از طیف‌های مختلف از راست راست دارین تا چپ چپ. در حقیقت اینا افرادی هستن که در آینده ایران در ایران خواهند بود. یعنی اون چیزیست که
ما در ایران خواهیم دید، شما نه اینکه بخواین انتخاب بکنین و اونا رو بیارین، بلکه در رو باز کردین برای هر کسی که تخصص داره، کسی که واقعا هدفش برکناری جمهوری اسلامی است و میخواد کاری برای کشورش بکنه. و افرادی هم که هستن بدون استثناء تا اونجا که من میدونم همشون داوطلب هستن و اگر هزینه ای هم داشته باشه از جیب خودشون تا الان پرداخت کردن. این مطالبی که گفتم تقریبا کامپانده، یعنی مرکبه، که میشه راجب هر کدوم از این مطالبی که گفتم میشونه راجبش صحبت بکنه. ولی من دوست دارم که این مطالبی که گفتم شما روش نظر بدین و نظر خودتون رو اضافه بکنی. خواهش میکنم. بله، تنها نکته که میتونم اضافه بکنم تأکید بر همین ویژگی پر اهمیت است که بهش اشاره کردید، این تنوع و تکثری که در این شورا هست. ما از این نوع تجارب کم داریم در به هر حال جنبش آزادی خواهانه و آزاداندیشانه و به طور کلی جنبش سیاسی در جامعه خود ما، که یه مجموعه شکل بگیره که چنین تنوع و تکثری درش باشه و در کنار هم بنشینن و در راستای دستیابی به اهداف مشخصی فعالیت کنن. این به هر حال یکی از ویژگی‌های پراهمیتی است. البته مشکلات خودشو داره، به این دلیل که واقعا ما هنوز با اون فرهنگ تعامل، فرهنگ دموکراسی، فرهنگ دموکراتیک در مناسباتمون خب کم آشنا هستیم، یا اگر هم آشنا هستیم در رفتارمون متجلی نمیشه. بنابراین یکی از ویژگی های پر اهمیت و به گمان من مهمش همین تنوع و تکثره. و نکته دیگه ای که اشاره کردید این که یک پای این تشکل، در واقع قلب این تشکل بیشتر در داخل ایرانه و خب ما باز این تجربه رو در سطح لااقل اپوزیسیون نداشتیم که یک جریان سیاسی، یک مجموعه شکل بگیره از درون ایران و یک پاشم در داخل ایران باشه. این نکته بسیار مهمی است که باید بهش توجه داشت. این ارتباط ارگانیک با داخل کشور همونطوری که به تجربه داریم میبینیم بسیار پر اهمیته، در راستای هم تصحیح اپوزیسیون در خارج کشور، هم تاثیرگذاری روی اپوزیسیون و خب هرچند خود اپوزیسیون هم در هر حال در این رابطه، یعنی همین جریان هم در راستای تقویت عزیزان در داخل کشور پیش میره. به این ویژگی باید توجه داشت و بسیار پر اهمیت است که هرچه بیشتر ارتباط جریان ها و این به طور کلی اپوزیسیون در خارج کشور به شکل ارگانیک با مبارزان در داخل کشور و به طور کلی باز جنبش های مختلف اعتراضی و اجتماعی قوی تر بشه، ما مسیری رو که باید در راستای شکلگیری اون نیروی اجتماعی که در ابتدا خدمتتون عرض کردم رو هموارتر خواهیم کرد. دکتر نورکار، این سوالی است که الان پاسخ شما من دادین. یک سوالی است که چرا شورای تصمیم با دیگران نپیوسته و الان شما راجع به این موضوع که اشاره کردین که قسمتی یک پای این گروه در ایرانه و ما اینو در گروه های دیگه تا اونجا که من اطلاع دارم ندیدم یا نیست که بخواد که یه همچین سازمانی داشته باشه. آیا چیزی دیگه هست که شما فکر میکنین اضافه بکنین که اختلاف، نه اینکه اختلاف فرق میکنه با دیگر گروه هایی که الان مشغول هستن؟ بفرمایید. خواهش. ببینید، اولا عزیزانی که این پرسش رو مطرح میکنن به گمان من خود پرسش یک کمی اشکال داره. ما باید این تنوع و تکثر رو در میان خودمون، جامعه خودمون یا در حتی خارج کشور ببینیم و اجازه بدیم که هر کس با اون ویژگی‌های اندیشگی خودش در حوزه سیاست و در حوزه حالا نظری و حتی سازمانی بتونه
سازمان و یا تشکلی رو که درست میدونه شکل بده. این تعدد سازمان ها و شوراها نباید جای نگرانی باشه به گمان من، و نباید اصلا پرسشی از دیگری که تو چرا به من نمیپیوندی. اشکال اتفاقا همینجاست، باید از دیگری و یا سازمان های دیگر پرسش بشه که چگونه میتوانیم با هم همکاری بکنیم و به این دامن زده بشه. این پرسش باید مطرح بشه، چرا باید یک مجموعه برود درون یک مجموعه دیگه بپیوندد به اون جریان. حتما به هر حال یک تمایزاتی وجود داشته و یک دلایلی و یک ضرورتهایی که یک جریان شکل گرفته. اون چیزی که غایب بین جریان ها همین نکته‌ای که گفتم، که در واقع باید همکاری و همگرایی و حتی رقابت سالم رو بین این جریان ها تقویت کرد. این تنوع و تکثر منفی نیست، این تعدد شوراها. شادم که ما شوراهای زیادی مثل شورای ملی تصمیم داشته باشیم که با هم بتونن همکاری کنن در راستای آن خواستی که من عرض کردم. این یک نوع فرقه‌گرایی و یک نوع خودمحوری است که هر جریانی این نگاه رو داشته باشه که چرا جریان به شکل گرفته به من نپیوسته. چنین فرهنگی رو شورای ملی تصمیم نداره. شورای ملی تصمیم بیشتر به دنبال همکاری است، همگرایی است و نزدیکی است در راستای شکل دادن همان نیروی اجتماعی که من بهش اشاره کردم. حتما تمایزی هست و تفاوتهایی هست که سازمان‌ها و شوراها و جریان‌های دیگه شکل می‌گیرن و این منفی نیست. منفی عرض کردم اونجایی است که دست همکاری به سوی هم دراز نمی‌کنی و سعی نمی کنیم از همین تنوع و تکثری که عامل رشد خواهد بود بهره بگیریم و با هم همکاری بکنیم. من برای این پرسش واقعا فلواقع فکر کنم پرسش منفی است و نباید مطرح بشه. باید گفته بشه، تبریک گفته بشه به جریان های نوبنیادی که شکل می گیرن و بعد خواسته بشه از اونها که بریم وارد همکاری و کارهای تازه تری با انرژی بیشتری بشیم و در اون مسیر گام برداریم. بنابراین من اصلا خیلی از این دوستان شوراهای متعدد از من میپرسن تمایز شما با اونها چی هست که بریم روی این که بگیم مثلا تو حوزه سیاست چه اختلافی داریم، تو حوزه های دیگه چه اختلافاتی. من اصلا وارد این بحث نمیشم و فکر میکنم که میگویم این پرسش رو نکنید. شورای شکل گرفته یا شوراهای شکل خواهد گرفت، ما باید خوشحال باشیم، به اونا تبریک بگیم، بریم به سمت همکاری و همگرایی با اونا و این رو منفی تلقی نکنیم. ما شورای ملی تصمیم اینگونه میاندیشه و با آغوش باز به سراغ همه شخصیت های دموکراسی خواه و نیروهای سیاسی و احزاب و سازمان های دموکراسی خواه رفته و خواهد رفت. بله، خیلی ممنون دکتر نقره‌کار. نکته مهمی که میخوام راجبش صحبت بکنیم، شما در اعلامیه موجودیت 6 اصل گذاشتیم که این به نظر من شالوده یا زیربنای این بیانیه اعلام موجودیت متشکل از این 6 اصله و این 6 اصل تا اونجا که من در جامعه میبینم و کسایی هستن که با من تماس میگیرن، سوالایی رو برانگیخته که من فکر میکنم شما به عنوان سخنگوی این سازمان میتونید این پرسش ها رو پاسخ بدید. من دونه دونه اینا رو میخونم دکتر نقره‌کار، بعد از شما خواهش میکنم که راجع به اینا توضیحی بیشتری بدید علاوه بر اون چیزی که به عنوان یک اصل نوشته شده. به عنوان مثال شماره 1، گذار کامل از جمهوری اسلامی، من از رو میخونم که اشتباه نگم، گذار کامل از جمهوری اسلامی با تکیه به جنبش های اعتراضی مردم، بعد در پرانتز گذاشته شده
گذار خشونت پرهیز با حفظ حق دفاع مشروع. برخی این پرانتز رو به یک دید دیگه نگاه میکنن. به نظر من ایراد معالفارق هست به اصطلاح، یعنی شما در این برنامه میگین که ما چگونه میخوایم از گذار بکنیم از جمهوری اسلامی. خواهش میکنم توضیح شما رو راجع به این بند بفرمایید. بسیار خوب. من البته خیلی مایلم افشین جان، چون راجع به این بند رو اگر بخوایم تک تک صحبت کنیم شاید وقت شما اجازه نده. یکی از موضوعاتی که توی شش بند پوزش میخوام، من این نکته رو خدمتت میگم، یکی از موضوعاتی که توی این شش بند من مایل بودم الان تو برنامه شما روی صحبت بکنیم و واقعا مورد حتی مناقشه شده، بند دو فکر میکنم حفظ تمامیت ارضی و مسئله یک نظام دموکراتیک غیر متمرکزه. اگر واقعا وقت باشه برنامه، من روی شهر تک تک این بنده میتونم واقعا صحبتی با شما و عزیزان داشته باشم، ولی پیشنهاد میکنم چون این موضوع راجع به بندهای دیگه واقعیتش ما کمتر مورد پرسش قرار گرفتیم و کمتر به ویژه از خارج بیرون شورای ملی تصمیم و درون شورا حتی برحال بحثا و گفتگوهایی شده. من اگر اجازه بدید روی اون بند متمرکز شیم، اگر وقت بود با کمال میل من تک تک این بنده رو میگم. خیلی پوزش میخوام این پیشنهاد خدمتت. حتما. من برای اینکه بینندگانی که برای اولین بار این برنامه رو میبینن اون شیشتا بند رو براشون خواهم خواند، ولی من با شما هم عقیده هستم، اون بند دو هست که یه مقدار بیشتر سوال برانگیز بوده برای برخی. بفرمایید، خواهش میکنم. با پوزش مجدد از اینکه این پیشنهاد رو بهت کردم، خود شما در جریانید که شورای ملی تصمیم سه هفته قبل که ایران موجودیت کرد، از بیرون شورا بسیاری از کسانی که شورا رو مورد انتقاد قرار می دادن، خب تمرکز و تاکیدشون روی این بند بود. شورا رو حتی متهم کردن به این که، یا این نسبت رو بهش دادن، شاید کلمه اتهام جالب نباشه، که شورا یک شورای تجزیه طلبه. خب ببینید، البته ما از خارج شورا تو سه سطح مورد حمله قرار گرفتیم. یک سطح ارتش سایبری حکومت اسلامی و مامورین حکومتی و وزارت اطلاعات، یک سطح هم چهره‌های شناخته شده ای که کارشون تخریب و تحریف و اینها بوده همیشه در اپوزیسیون خارجی کشور، در همون مسیری که حکومت میخواد. در واقع هر حرکت نوبنیادی رو سعی کردن، با اینکه خودشون در خانه های شیشه‌ای نشستن، هر حرکت نوبنیادی رو سنگسار کنن و در واقع سعی بکنن که تخریبش کنن و خرابش کنن. یه دستم عزیزانی بودن که به ما انتقادهای سازندهی روا داشتن، مطرح کردن و ما واقعا انتقادها رو با جان خریدیم و با کمال میل شورا سعی کرده که اونها رو، ضعف و لغزش هایی که دوستان مطرح کردن، رو برطرف کنه. اما روی بند دو، خود شما میدونید یه تعدادی از شورا جدا شدن از عزیزان ما، فقط به خاطر بحث هایی که راجع به این بند دو هست. مسئله این که تعدادی در داخل شورا هستند که این تعداد تجزیه طلب هستند. توی شورا الان متاسفانه هنوز این مشکل رو داریم، در واقع دو سه جناح هن که یک عده‌ای به گروه های اتنیک به هر حال انتقادهایی دارن که در شورا هستن، گروه های اتنیک هم به جمع های دیگه، که ما امیدواریم اینو بتونیم در یک مسیر درستی مدیریت بکنیم و حل بکنیم. منتها من روی اون بند دو بمونم که موضع شورا رو روشن بکنم. اونجا خیلی روشن مطرح شده
حفظ تمامیت ارضی کشور از خواستای کلیدی شوراست و از باورهای شورای ملی تصمیم. در کنارش تأکید شده که یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز. خب یه ایراد به ما این هستش که امیدوارم فرصت داشته باشم صحبت بکنم و ببخشید اگر یه مقداری طولانی میشه صحبتم. یک ایراد این هستش که چرا این دو بند در کنار هم آمدند و دومی مشروط میشه، اولی مشروط میشه به حضور دومی، یا حتی باید بعضی دوستان میگن بلکس. چنین چیزی نیست. این دو مقوله‌ای هستن که هر کدام حرف خودشونو میزنن، تعریف خودشونو دارن. بنابراین این که ما یکی رو مشروط به دیگری بکنیم، به ویژه حفظ تمامیت ارضی رو مشروط بکنیم به این که یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز حتما باید باشه، چنین چیزی انتقادی است که به نظر من روانی است. این دوتا حالا من توضیح میدم، دوتا مفهومی است که قابل توضیح. یکی از نکاتی هم که دوستان مطرح میکنن اینه که چرا شما اینجا باز نکردید مثلا، یعنی نگفتید منظورتون از حکومت یعنی در واقع نظام دموکراتیک غیر متمرکز چیه. ببینید یک بیانیه کلی ترین مواضع و مفاهیم مورد قبول یک سازمان رو میاد مطرح میکنه. برنامه سیاسی اون سازمان نیست که در واقع با تفسیر و تحویل این مفاهیم رو باز بکنه. این یه بیانیه است. اگر قرار بود همین بند رو ما بخوایم یه ذره باز بکنیم، باید میرفتیم سراغ تئوری حاکمیت و مثلا تئوری حاکمیت ملی، پیوندش با حفظ تمامیت ارضی. بعد اونجا در تئوری حاکمیت مطرح میکردیم جایگاه مرزهای جغرافیایی، جایگاه حکومتی که بر سر کار میاد و رابطه بین حاکمیت، حکومت و خود شما. ببینید چه بحثی رو بایستی ما توی یه بیانیه مطرح میکردیم، و یا بگوییم حکومت یا ببخشید نظام دموکراتیک غیر متمرکز منظورمان کدام است، اصلا چه درکی ما ازش داریم. اگر می نوشتیم فدرالیسم واویلا بود، اگر می نوشتیم خودمختاری باز همینطور، اگر می نوشتیم یک کثرت‌گرایی برابری طلب باز همینطور، اگر می نوشتیم تکثرگرایی فرهنگی باز، یعنی باز کردن این مفاهیم و تفاوتاش و اینکه ما چه می گوییم به عنوان یک شورا جاش توی بیانیه نیست. دوستانی که این ایراد رو می گیرن به این نکته توجه بکنن. به هر حال من نمیخوام واقعا وقت میگیره، فقط خلاصه بگم که ما چی میگیم. ببینید حفظ تمامیت ارضی کشور که حالا میتواند یک پارچگی سرزمینی، یک پارچگی حتی ملی هم در کنارش باشه، و این بحثایی که الان هست از نگاه ما این هست: یک کشور یک ملت با محدوده جغرافیایی مشخص امروزی آنچه که الان هستی بدون کماکاست. اما یک نکته رو باید توجه کنیم، این ملت یک ملتی است با تنوع بسیار. حالا من واژه قوم رو استفاده میکنم، ولی دوست دارم اتنیک رو مصرف کنم. با تنوع قومی، ببینید با تنوعی که در رابطه با ادیان هست، تنوع فرهنگی، یک ملت رنگارنگه، رنگین کمانیه. این رو باید بهش توجه کرد. چرا این نکته رو میگم؟ اگر به این توجه نکنیم، فردای ایران بخوایم سیاست گذاری بکنیم، کسانی که میخوان حکومت بکنن و اون مملکت رو اداره بکنن، باید برای این تنوع برنامه داشته باشن. یعنی اگر نتوانند در واقع با چنین تنوعی
ملکه فکرشون این باشه که هم شهروندان ایرانی اون ملت در برابر قانون یکسانن و در دسترسی به امتیازات مختلف برابرن و این رو در جامعه تسری ندن و عملی نکنن، همون مشکلاتی خواهد بود که ما در طول تاریخمون داشتیم، یعنی کار به نسل کشی، قوم کشی، نمیدونم پاکسازی قومی و و و آسیمیلاسیون، همانندسازی و اونا خواهد کشید. بنابراین برای برنامه روشن داشت. در مورد من دارم زیاد پرحرفی میکنم، واقعا توضیح اینا وقت گیره. در مورد بگذرم از بحث حفظ تمامیت ارضی برای ما روشنه، در مورد نظام دموکراتیک غیر متمرکز هم من همین رو عرض میکنم. تمرکز زدایی پیوند نزدیکی با دموکراسی داره. تمرکز زدایی یعنی واگذاری قدرت بین افراد بیشتر و مردمان بیشتر و این یعنی ایجاد، یعنی رشد میشه گفت شخصیتی در جامعه و در این حال رشد استعدادها و جامعه رو بردن به اون سمتی که از طرفی در کل برای یک توسعه اقتصادی و سیاسی و توسعه فرهنگی و در همه حوزه‌ها مهیاتر بکنه و از سوی دیگر افراد رو در یک موقعیت خودسازمانیابی، انجمنسازی و رفتن به سمت یک جامعه مدنی آماده تر بکنه. تمرکز زدایی یعنی این. تمرکز زدایی که ما اونجا میگیم، حالا من وارد جزئیات نمیشم، یعنی حاکمیت تجزیه ناپذیره اما حکومت ها تقسیم پذیره، یعنی قدرت حکومتی تقسیم پذیره، یعنی قدرت حکومت باید قبول بکنیم این قدرت تقسیم بشه، همه مردم و بخش های مختلف در اداره جامعه نقش داشته باشن. این معناش اون تمرکزی نیست که ضروری است. ما یک حکومت مرکزی داریم، اون حکومت توی حوزه هایی در واقع وظیفه اصلیش رفتن و اصلا در اختیار همین حکومت اون مسائل، مثل ارتش، دفاع از سرزمینمون، مسئله سیاست های خارجی، مسئله سیاست گذاری در حوزه های کلان اقتصادی، بانکی، مالی، این کار حکومت مرکزی است. ولی اداره مملکت از یک جا انجام نمیشه، این تقسیم میشه، اون هم در همکاری نزدیک و دو طرفه. ما مثل همون بحثایی که ما در جامعه همون انجمنهای ایالتی و ولایتی شکل نگرفت، یا نمونهای دیگه من نمیخوام بگم، ما تو جامعه همون داشتیم این وضعیت رو. بنابراین باید به این مسئله توجه داشت. من خلاصه بکنم، واقعا گفتنی بسیاره، من فقط یه جوانبی رو بهش اشاره کردم. ما الان شرایطی رو نداریم و در شرایطی نیستیم در حالی که ایران داره ویران میشه، در خارج کشور، در داخل کشور دوستانی که در داخل میگن مبارزه میکنن، میگن اصلا اینا مسئله بچه های داخل نیست، ما تو خارج کشور درگیرش. این بحثی که روی حفظ تمامیت ارضی، به ویژه اونجایی که ببخشید روی مسئله نظام دموکراتیک غیر متمرکز میشه، بحثی که راجب فدرالیزم هست، بحثایی که راجب امر خودگردانی میشه، من عرض کردم اون کثرت گرایی برابری طلب یا تکثر فرهنگی و به طور کلی این بحثایی که میشه، بگذاریم این بحثا بشه، مهمه، ولی آن چیزی رو که ما باید دنبالش باشیم، یعنی همکاری برای شکل دادن اون نیروی اجتماعی که اون عاملی که میهن ما رو داره ویران میکنه رو برداریم، نگذاریم اونا رو در دستی قرار بده. الان در خارج کشور اینجوری شدی، الان تو خود همین شورا اینطوری شده. ما به جای اینکه تمرکزمون روی مبارزه با جمهوری اسلامی باشه، در درون خودمون انگشتا رو به سمت هم گرفتیم و هر کدام
در واقع نکاتی رو مطرح میکنیم. بعضی از این نکات واقعی است، من نمیگم غیر واقعی است، ولی به دنبال یک راه حلی باید بود، ولی نباید گذاشت اینها ما رو تحت تأثیر قرار بده و ما رو از اون هدف اصلی خودمون دور بکنه. ما الان سر قدرت نیستیم که بخوایم به کسی حقوقی بدیم یا از کسی حقوقی بگیریم. بیشتر باید به نزدیکی، همگرایی و ائتلاف و همبستگی ملی فکر بکنیم. ضمن اینکه این نکات رو هم باید در دستور کارمون داشته باشیم. ببخشید من پرحرفی کردم، خیلی مایلم تو همین زمینه ها اگر پرسشی هست همینجا بمونیم یه سری ابهام ها رو برطرف کنیم. مرسی. بله خیلی ممنون. سوالی که اکثرا میکنن راجع به نظام غیر متمرکز این که آیا این غیر متمرکز سیاسی هست یا اقتصادی هست؟ پاسخی که من دارم، حالا شما میتونید من اصلاح بکنید، که واقعا همونطور که شما گفتین ما یعنی شورای تصمیم نوع این مطالب رو مطرح نمیکنه، در حالی که مجلس مؤسسان هست که تصمیم نهایی رو اونا میگیرن با حضور نماینده های قوم های مختلف. بنابراین این سوالی که میشه نه من نه شما نه هیچ کسی دیگه میتونه پاسخ بده، یعنی ما در یعنی هیچ سازمانی نمیتونه به نمایندگی 85 میلیون نفر بیاد حرفی رو بزنه. بنابراین من چون وقتمون داره کم، 4 دقیقه مونده، من چند تا مطلب رو خیلی سریع میخوام بگم با اجازهتون دکتر نقره‌کار. علاوه بر این که شما بند 1 و 2 رو گفتین، من برای کسانی که آشنایی ندارن با این سازمان اون چند تا بندم اضافه میکنم که بدونن که این سازمان کجا استاده. بند 3 جدایی دین از حکومت هست، همین که همه گروه های مختلف میگن. بند 4 فراخوان عمومی برای تشکیل مجلس مؤسسان که چند لحظه پیش راجع به صحبت کردیم. بند 5 تلاش برای برپایی نظامی دموکراتیک و انتخابی، در پرانتز تعیین نوع حکومت با آرای مردم. یعنی در حقیقت این بند تمام سوالهایی که میگن حالا پادشاهی باشه، جمهوری باشه، چگونه باشه، در حقیقت این تمام اون پرسش ها رو در حقیقت جواب داده، برای اینکه مردم هستن که تصمیم میگیرن که چه نوع حکومتی باشه و بر اساس اون همطور انجامش، که البته اون یه پریکوزیت داره، یعنی قبلش باید مردم آگاه بشن که چه نوع حکومت های وجود داره، آگاه بشن توسط احزابی که هستن و دقیقا بتونن که به صورت آگاهانه بتونن تصمیم بگیرن که چه نوع حکومتی رو میخوان، بر اساس اون بتونن رأی بدن. بند 6 اجرای کامل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های وابسته به آن با تأکید بر حفظ محیط زیست. این مطلب برای من بسیار مهمه، اون قسمت آخرش حفظ محیط زیست، به خاطر اینکه بعضی موقع ها این اعلامیه حقوق جهانی بشر اینو کاور نمیکنه، پوشش نمیده. بنابراین به نظر من بسیار هوشمندانه این جمله اضافه شده. دکتر نقره‌کار، من میخوام از وقت شما استفاده بکنم و بعد یک نکته رو اضافه بکنم و اون اینه که یک از کسانی که به این سازمان حمله کردن اخیراً یک نامه آمد به امضای آقای یا خانومی تهرانی نیا، و این آقای یا خانم تهرانی نیا به شدت با دروغ و یه مقدار تویست کردن، پیچوندن مطالب، تهمت‌های بسیار زیادی رو به این شورای ملی تصمیم زد. من اینو فقط میگم و ازش رد میشم. میخوام بگم که اون فردی که به نام تهرانی نیا این نامه رو نوشته هست اصلا وجود نداره، و با تحقیقی که انجام شده دیروز یا امروز دست من رسید، یک فردی هست که شناخته شده هست، به اصطلاح شناخته شده، و این آقای تهرانی نیا نیست. من تنها چیزی که میتونم اینجا اضافه بکنم اینی که برای احترام به انسانیت و هرچی، من شخصا میگم که این کار رو دیگه نکنه، برای اینکه به نفع مملکت ما نیست، به ضرر
ما هست و به نفع جمهوری اسلامی. اینو فقط برای اینکه گفته باشم، از شستم به قول من سینم آورده باشم بیرون، خدمت بینندگان عزیزی که اینو گوش میدن گفته باشم. جناب دکتر نقره‌کار، یک چیز دیگه ای که به نظر من بسیار جالبه در این نوشته و اون این هست که این شش مؤلفه که گذاشته شده، گفته شده که این شش مؤلفه مهم هستند، اصول مترقی دیگری نیز می توان به آن افزود. یعنی اینکه در این ایزوله، شش تا ایزوله نشده، بلکه مطالب دیگه هست که با کسانی که بخوان میتونن اضافه بکنن. کما اینکه ما یعنی سازمان شورای ملی تصمیم قبول کرد که دو تا مطلبی که آمده بود راجع به پرچم و لوگو و اینو اعمال کردن. بنابراین من به شما و دیگر دوستانی که این سازمان رو میچرخونن تبریک میگم که این مطلب هم بهش اضافه کردید. یک دقیقه فرصت داریم که هر چی دیگه ای که میخواین دکتر نقره‌کار، میدونم شما خیلی میخواین صحبت بکنید و وقت ما محدود بود، بفرمایید، خواهش میکنم. بله، نه من نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این هست، ما الان نیاز هست، یعنی مردم میانمون، اگر نگاهمون به مردم و جامعهمونه و کشورمونه، اگر این خیلی مهمه هست، ما اینجا در خارج کشور باید یه مقداری در روش ها و رفتارمون تغییر بدیم، تغییرات ایجاد کنیم. اونها از ما میخوان که ما با هم نزدیک شیم، همکاری بکنیم، همگرایی بکنیم، سعی بکنیم کاری بکنیم که در واقع دردها و رنجهای اونها رو کاهش بدیم و در یه سطح وسیع‌تری، در واقع من عرض کردم همون شکل دادن اون نیروی اجتماعی است. ما اینجا بیشتر در خارج کشور داریم سر همدیگر میتراشیم و مشغولیم و واقعیتش من فکر میکنم این کار نه تنها در راستای نفع و منافع مردم و کشوره، بلکه کمک به حکومت اسلامی است. بنابراین ما اختلاف نظر داریم، یه جاهایی اصلا با هم کاملا نمیخونیم، مخالفیم با هم دیگه، ولی اینها هیچ دلیلی نمیشه، اتفاقا مثبته. دلیلی نمیشه ما در کنار هم قرار نگیریم، همکاری نکنیم، ائتلاف نکنیم، در راستای همبستگی ملی پیش نریم. هیچ چیز قابل توجیه نیست به گمان من در این راستا. و اپوزیسیون الان 40 سال داره این خطا رو میکنه. دیگه ادامهش من فکر میکنم همونطوری که گفتم اصلا قابل توضیح و توجیه نخواهد بود. به همکاری، به همگرایی و نزدیکی فکر کنیم. شرایطش مهیاست. مردم میهنمون از همون میخوان و کشورمون هم داره ویران میشه. در واقع ایرانی داره ویران میشه. ما اینجا در فکر ببینید به بسیاری از جریانهای اپوزیسیون، جمهوری خواه با سلطنت طلب و پادشاهی خواه، پادشاهی خواه با اونا، راست با چپ، راست با میانه، بعد نمیدونم ناسیونالیستا با کسانی که میگن اتنیکن، اتنیکا با ناسیونالیستا. خب شما ببینید از این بهتر میشه برای جمهوری اسلامی خوراک و فرصت تهیه کرد؟ بله. از دیگه خیلی ممنون، مطالب بسیار مهمی رو مطرح کردیم و من فکر کنم بسیار مطالب دیگه موند که من از شما میخوام قول بگیرم در مراتب بعدی که پاسخ و پرسش پاسخ باشه تشریف بیارین و این مطالب رو برای بینندگان بازم توضیح بدیم. با حضور شما از تشکر میکنم و با حضور شما خداحافظی میکنم از بینندگان این برنامه.